بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در شب 20 ماه مبارک رمضان 1445 دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در کربلای معلا میزبان شیخ عبدالمهدی کربلایی تولیت آستان مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. وی طی این اقدام با سید مهدی شیرازی فرزند مرجع راحل آیت الله العظمی سید محمد شیرازی و شیخ طالب صالحی مدیر دفتر مرجعیت در شهر مقدس کربلا و برخی دیگر از حاضران دیدار کرد. در این گفتگوها بر لزوم ارائه بهترین و شایسته ترین خدمات به شهروندان کربلای معلا و تأمین نیازهای آنان و همچنین رسیدگی بیش از پیش به جوانان تاکید شد. حمله نیروهای جیش العد به مقرهای نظامی سپاه و پلیس در شهرستانهای راسک و چابهار در استان سیستان و بلوچستان تلفاتی بر جای گذاشت. جیش العد در بیانیه مدعی شد به مقرهای نظامی سپاه در راسک و چابهار حمله کرده و از شهروندان بلوچ خواست از تردد در خیابانها و جاده های منتهی به شهرستانهای چابهار، راسک و سرباز خودداری کنند. علیرضا مرحمتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد با آمادگی نیروهای نظامی انتظامی با مهاجمان برخورد شده و تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند و اوضاع تحت کنترل است. خبرگزاری تسنیم ادعای جیش العد در دستیابی به انبارهای مهمات سپاه را تکذیب کرد و نوشت که نیروهای این گروه موفق به نفوذ به سپاه راسک نشد. گفتنی است که طی یک سال اخیر درگیری نیروهای نظامی ایران با گروه‌های مسلح مخالف حکومت در بلوچستان افزایش یافته است و گروه‌هایی چون جیش العد و انصار الفرقان مسئولیت حمله به نظامیان را در مناطق مختلف بلوچستان بر عهده گرفتند. آخرین اخبار از وضعیت حوادث تروریستی در راسک و چابهار گواه بر هلاکت 15 تروریست و شهادت 5 نفر می‌باشد. تالار گفتمان فرهنگی کربلا دومین نشست هماندیشی رمضانی خود را با عنوان خوانشی از صلح امام حسن علیه السلام در مقر خود در شهر مقدس کربلا برگزار کرد. این سمینار با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی و دانشگاهی و چند تن از شخصیت‌های اجتماعی برگزار شد. نشست مذکور با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس دکتر محمد جواد الوزنی از محققان اسلامی طی سخنانی به مفاد صلح‌نامه امام حسن علیه السلام و علل و نتایج آن پرداخت. در ادامه نیز مداخلاتی از سوی سایر حاضران صورت گرفت و آنان نیز مطالبی را در خصوص موضوع نشست بیان کردند. اداره مبارزه با تروریسم پلیس در استان پنجاب شرقی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که 22 تروریست را طی عملیات‌های متعدد دستگیر کردند. در بیانیه اداره مبارزه با تروریسم پلیس پنجاب آمده است که تروریست‌های دستگیر شده متعلق به سازمان‌های تروریستی غیرقانونی از جمله گروه‌های سنی‌های تندروی تحریک طالبان پاکستان و القاعده بودند که قصد داشتند به سازمان‌های مختلف و ادارات دولتی در استان حمله کنند. پلیس همچنین یک انبار سلاح از جمله مواد منفجره، نارنجک‌های دستی، چاشنی‌ها و بمب‌های مواد منفجره دستساز را در جریان این عملیات کشف و ضبط کرد. اداره مبارزه با تروریسم پلیس پنجاب تأکید نمود که متعهد به ریشه‌کن کردن تهدید تروریست در کشور است و تلاش‌های همه‌جانبه‌ای برای دستیابی به اهداف خود انجام دادند. کنسولگری طالبان در شهر کراچی پاکستان اعلام کرده است که 54 پناهجوی افغانستانی از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. کنسولگری طالبان در کراچی پاکستان روز چهارشنبه 15 فروردین با نشر خبرنامه گفته است که این افراد از زندان‌های مختلف ایالت سند آزاد شدند. گفته شده در میان این افراد 11 کودک و دست کم 50 پناهجوی دیگر افغانستانی نیز در زندان‌های ایالت سند پاکستان زندانی هستند و تلاش برای آزادی آنان جریان دارد.
منابع نظامی در ترکیه از مینزدای 10 میلیون متر مربع از خاک این کشور و انهدام بیش از 200,000 مین طی یک دهه اخیر خبر می‌دهد. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع نظامی آگاه گزارش داده که فعالیت‌های بشردوستانه ارتش این کشور از سال 2015 میلادی تا کنون به انهدام 226,000 مین و پاکسازی زمین‌هایی به مساحت 45 میلیون متر مربع منجر شده است. منابع مذکور همچنین از ادامه فعالیت‌های مین‌زدایی برای اهداف بشردوستانه در چندین استان ترکیه از جمله مناطقی در مرز مشترک با سوریه و عراق خبر دادند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 15 فروردین در نشست شورای امنیت این سازمان گفته است که دختران در افغانستان همچنان با تبعیض سیستماتیک از جمله در آموزش روبرو هستند. به گفته وی پسران جوان نیز در این کشور به عنوان کودک سرباز استخدام شدند. این در حالی است که طالبان در بیش از 2.5 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را علیه دختران و زنان وضع کردند. هم‌اکنون دختران و زنان امکان رفتن به مدرسه، دانشگاه و کار را ندارند. به رغم فشارهای ملی و بین‌المللی، این گروه با گذشت بیش از 2.5 سال تا کنون زمینه آموزش دختران را مهیا نکردند.